ما مقیاسمون رو تو درختکاری با تغییر بدیم. ما کلا جز کشورهای با سرانه پایین جنگلیم، یعنی سرانه ما پایین. الان با بحثایی که مربوط به تولید کربن هست و مسائلی از این دست که تو دنیا هم مطرحه و بحث کاهش نشر کربن و مسائلی از این دست، قاعدتا ما باید به سمت درختکاری بریم. یه مسئله دیگه هم که ما داریم، چون جنگلامون کمه، به عنوان میراث باید حفظش کنیم که دو برنامه ششم توسعه هم طرح تنفس و صیانت از جنگل رو داشتیم، احتمالاً دو برنامه هفتم هم ممکنه این مجدداً تمدید بشه. خب ما سالی مثلا 3 میلیون متر مکعب MDF و چیزهای چوبی نیاز داریم، از کجا باید چوب بیاریم؟ پس ما باید بریم دنبال زراعت چوب وقتی میخواییم جنگلمون رو حفظ بکنیم. زراعت چوب یعنی درختکاری، یه کار اقتصادی، یعنی جنگل کاری اقتصادی. این رو باید رشد بدیم، باید توسعه بدیم. برای این کار مقیاس باید عوض کنیم، یعنی اینکه ما سالی مثلا هر استان ما 1 میلیون درخت میکاره، مثلا سالی 30 میلیون 40 میلیون نهال میکاریم در سال، اصلا کلا ظرفیت نهالستانای ما، تولید نهال ما در کشور بین 30 تا 40 میلیونه کلا در سال کلا. من اعتقادم اینه که ما این عدد رو از میلیون باید ببریم رو میلیارد. الان بعضی کشورها شروع کردن 1 میلیارد نهال کاری، بعضی کشورها 2 میلیارد، بعضی کشورها 1 میلیارد 2 میلیارد نهال کاری رو مد نظر قرار دادن. لذا من فکر میکنم ما ظرفیت این رو داریم بر بیس شرایط اکولوژیکی کشورمون، بر بیس اقلیممون و سازگار با اون، به خصوص غرب کشور، حاشیه زمین‌های کشاورزیمون، ما به راحتی میتونیم تر 1 میلیون کاشت نهال رو هم شروع بکنیم با کمک مردم به صورت داوطلبانه. این حتما سرانه ما رو میتونه از سرانه کشورهای با جنگل پایین بیاره به جنگل متوسط، که برای اینم یه طرحی رو آماده کردیم به عنوان طرح جهادی کاشت 1 میلیارد نهال که داریم. و البته من از نخبگان و دانشگاهیان و متخصصین و دلسوزانم خواستم در هر دوتا این طرحی که ما دنبال تاییدش هستیم نظر بدن، کمک بکنن که این طرح بتونه از پختگی لازمم برخوردار بشه. نظر متخصصین رو هم داشته باشه ما بریم دولت و بتونیم روی این دوتا کار بکنیم که حوزه منابع طبیعی و حفظ آب و خاک رو که فرمان و دستور و امر امام جامعه ما هم هست و قاعدتا ما نمیتونیم از کنارش بگذاریم، بتونیم اون رو به سمت یک عملیات اجرایی به عبارتی مشخصی پیش ببریم.